بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا انصاری؟ بله بفرمایید. خواستم بگم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله. در این که شکی نیست. بعد از این یه روایی هم میخوام بخونم. والا اگر مطلب بگید بهتره از این که روایی بخونید. شعر با عشق و محبت علی بی تردید بر روی زمین و آسمان بنویسید، فاروق و ابو تراب و صدیق علی است تا کور شود هر آن که نتواند دید. بعد از این اشهد ان علی ان ولی الله، علی رو عشق، فقط علی. خب بعدش در اینکه کسی مدد. شکی نداره در اینکه کسی شکی یا نداره. علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اینش کفره، اینش کفره، دلیل ندارید برای این. علی و حق و بر عزیزم. حق و گوش کن. علی. یا علی مدد. ببین پسر گل گوش کن، علی ولی الله هست، هر کسی که انکار بکنه کافر است، ما اصلا مسلمانش نمیدونیم. منطقی که گفتی یا علی مدد، مگر در سوره فاتحه در هر نماز نمیگید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو مدد میجوییم، چرا پس گفتی یا علی مدد؟ میتونی یک دلیل؟ علیون مل الحق و بل حق و ما علی. عزیزم پسر گل، دشمن مرتضی علی لعنت، لعنت هزار مرتبه، میلیون مرتبه، میلیارد مرتبه. من تا پسر گل، پسر گل عزیزم، وقتی میگی یا علی مدد دلیل داری از قرآن؟ علی اول، علی آخر، علی ظاهر، علی باطن، بالاتر از این. این که صفات الله است، هو الظاهر والباطن، این صفات الله سبحانه و تعالی است. کم میاری جواب منو بده، کم میاری جواب منو بده، لفظ قلم صحبت نکن. پسر گلم شما گفتی که یا علی مدد، دلیل از قرآن داری؟ من. خدا نکنه پسرت باشم. شما از یک پدر ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تمام شد. شما از یک بچه کلاس اول ابتدایی هم ادب و اخلاقتون گوش کن، ادب و اخلاق شما از یک بچه کلاس اول ابتدایی هم کمتره. علی رو عشق است. گوش کن، تو کورشن دشمنای امیر المؤمنین. بعد از این فقط حیدر امیر المؤمنین است، تمام شد رفت. بعد از این آیا دلیل داری که گفتی یا علی مدد؟ سبحان الله. این عقل و منطق است. ببینید علی ولی هست، هر کس که انکار بکنه کافره. شما که این جرأت نکردی که اینو بگی، اینو من میگم، چون این عقیده هر سنی نیست. اگر علی ولی الله نباشه هیچ ولی در دنیا وجود نداره. اما علی خدا نیست که بگی یا علی مدد. خیلی متاسفم برای شما پسر گل که برای حرف خودت، برای عقیده خودت، برای ایمان خودت یک دلیل از قرآن نداشته باشی. یعنی اون من دلم میسوزه برای شما، باور کنید که آخوندها در ذهن شما اینو پر کردن که اهل سنت دشمن اهل بیت هستن، دشمن علی هستن، و این از لحن شما پیدا بود که فکر کردی که من بیام اینجا بگم که علی ولی الله هست اینها عصبانی میشن. این اعتقاد ماست، ایمان ماست. ما که میدونید که مثل شما نفاق و تقیه نداریم، عقیدمونو آشکارا بیان میکنیم. هر مؤمنی که، هر مسلمانی که، هر شیعه و سنی که اعتقاد نداشته باشه که علی ولی الله هست مسلمان نیست، کافر است. چون تن در علی، تن در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که علی رو تربیت کرده، اما علی خدا نیست که شما دارید میپرستید علی رو. الله ظاهر و باطن است، الله اول و آخر است. چرا صفات الهی رو به علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدید؟ واقعا متاسفم به این عقل و منطق شما. آه